تقویت استبداد مذهبی با تفاهم نامه آموزش و پرورش. 17 دسامبر 2013، ایران پرس نیوز، زینت میرهاشمی. بر اساس تفاهم نامه بین آموزش و پرورش شهر تهران و حوزه علمیه، مدارس دولتی به حوزه علمیه وابسته و زیر پوشش این نهاد مذهبی قرار خواهند گرفت. طراحی و اجرای چنین سیاست‌هایی در زمینه آموزش و پرورش نشان دهنده وحشت و نگرانی پایوران رژیم از مخالفت با حکومت دینی و گرایش به جدایی دولت از دین در میان جوانان است. متن تفاهم نامه که در تارنگار تسنیم منتشر شده، واکنشی در برابر تنفر جوانان از ولی فقیه است. بر اساس این تفاهم نامه، مدرسه دولتی به مدرسه وابسته به حوزه علمیه تبدیل می شود و مدیریت حوزه با استقرار روحانی ثابت در این مدارس مدیریت تربیتی مدارس را بر عهده خواهد گرفت. نماینده ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش در توجیه تفاهم نامه فوق می گوید تحول بنیادین آموزش و پرورش با محوریت و نشر اندیشه تبعیت از ولایت فقیه، رعایت شئون و نهادین سازی و ضابط مند کردن تمام فعالیت ها از جمله سیاست های مد نظر است. وقتی جوانان با تسخیر خیابان های شهرهای بزرگ عکس های ولی فقیه را زیر گام های خود لگد کوب کردند و با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه ماهیت قیام را تعریف کردند، آری در همان موقع خط بطلانی بر سیاست های آموزش و پرورش جمهوری اسلامی بود که طی 3 دهه کوشیده است تا فکر و اندیشه حکومتی دینی را به جوانان بقبولاند. تفاهمنامه اخیر و فرستادن طلبه ها به مدارس برای مدیریت مدارس تلاشی بیهوده برای ترمیم قدرت ولی فقیه است که زمین زیر پایش می لرزد. در رویدادی دیگر، سهم حوزه علمیه قم در بودجه سال 1993 نسبت به سهم مجموعه دانشگاه‌های معتبر کشور، حکایت از فاجعه آموزشی در حکومتی دینی دارد. در گزارش روزنامه شرق آمده است در حالی که بودجه نهادهای وابسته به حوزه‌های علمیه 1300 میلیارد تومان است، بودجه کل 5 دانشگاه مادر کشور از 683 میلیارد تومان فراتر نمی رود، یعنی نصف بودجه حوزه های علمیه. به امید آگاهی، آزادی و بازگشت به عظمت و سربلندی گذشته خودمان ایرانیان. پاینده، ایران و ایرانی.